شاگردان عزیز بینده محترم سلام علیکم صبح همه شما بخیر بنده محمد رحیم معلم فیزیک مضمون درس فیزیک صنف دهم است نو درس داده بودیم امروز بخیر درس دهم ده را آغاز میکنیم موضوع درس دهم ده ما اشتباه در اندازه گیری است دوستای عزیز در فیزیک هر قدر محتاط باشیم هرقدر کوشش کنیم باز هم اشتباه در اندازه گیری وجود داره برای وضاحت مطلب یک مثال بگویم مثلا ما یک کیلو نخود یا کشمش از دوکان پیش کوچه خود می خریم. حالا اگر دو دانه کشمش یا نخواد در پلی ترازو زیاد باشه هم ترازو از ایار خود نمی برای اگر کم باشه هم از ایار خارج نمیشه به این معنی که ترازو آنقدر احساس نیست که دودانی نخوت اندازه بتانه خیبنان اشتباه وجود داره همچنان ما شما اگر یک قطع خط اندازه گیری کنیم ای فرض بکنیم که 6 سانتی و 8 میلی باشه ایره 6 اشاری 8 نشته میکنیم اگر 8 میلیون بود ما ایر مجبور هستیم شش اشاری ناشته کنیم چرا در خطکش های عادی ما از میلیمتر پایین تر واحد وجود ندارد و خطکش نمیتونه او را نشان بده به این ترتیب در, در هر اندازهگیری اشتباه وجود دارد. اشتباه در گیری به دو شکل رخ میده یکی اشتباهی میتودی است اشتباه میتودی دوستای عزیزگی هسته که ما شما در طریقه یا در روش خود اشتباه داریم. به طور مثال شیشه صنف ما میده میشه ما میخوای میره اندازه گیری کنیم و از بازار برش شیشه خریداری کنیم زمان که ما اندازه گیری میکنیم این اندازه گیری ما اشتباه میباشه چرا ما آنقدر پرکتس نداریم که نجارا داره حتی یک شاگرد کوچک نوجوان اندازه گیری میکنه شاگرد نجار است تجربهش فوق العاده زیاد است او اشتباه نمیکنه تمام شیشه ها به جایش نصب میشه ولی از ما و شما اشتباه صورت میگیره یا کم بزرگ می که به جایش جای نمیشه یا کم خرد می باشه که به با اصطلاح ما و شما شمال رو تولید میکنه بنا نیتر اشتباه را اشتباه میتودی میگه اشتباه میتودی را پس تعریف میکنیم اشتباهی است که در کار خود انسان اشتباه است یعنی از انسان اشتباه را خمیت این اشتباهی میتودی به اثر تمرین قابل اصلاح است اگر ما شما تمرین زیاد داشته باشیم اشتباه نمی کنیم و اشتباه ما به اثر تمرین و پرکتس اشتباه حل شده. میایم سر نوع دوم اشتباه اشتباه ابزاری است اشتباه ابزاری توسط وسیله رخ خمیتا وسیله اندازگیری که اشتباه داشته باشه یا به با اصطلاح خراب باشه هر کسی اندازگیری کنه نتیجه اشتباه است و این قابل اصلاح نیست این با وسیله وسایل اندازگیری رخ خمیتا این دو نوع اشتباه را اشتباه در اندازه گیری میگن. دوستان عزیز در صفحه 23 کتابتان یک تمرین آمده یکی دو سوالش همه طور نمونه میگم گم چار سوال است دو سوالش همه حل می کنم دو تای دیگهش کار خانگی سوال نمبر یک به صورت موم اشتباه یا توسطه جوابش چیز؟ انسان و یا توسطه جوابش وسیله یعنی در خانه خالی اول انسان در خانه خالی دوم وسیله جواب شد همچنان سوال سوم هم میگیم اشتباهی که به سبب نقص آله به وجود می آید که اشتباه چی نامیده میشه؟ اشتباه ابزاری دو سوال دیگر شد شما حل میکنید. کنیم انشاءالله این درس فامیده شده میریم سراغ درس دیگر درس دیگه ما تحلیل و تجزیه ابعاد است تحلیل و تجزیه ابعاد دوستا چی است در دو سه نقطه است که مور خدمت شما عرض میکنم در مقادیر اندازه شونده باید واحد همبود با کمیت باشه ای به این معناست که هرگاه ما طول اتاق خود اندازه گیری میکنیم میگیم طول اتاق ما شش متر است این متر با طول همبود است یعنی همگونه است یک همخانی داره و اگر ما بگوییم که طول اتاق ما شش کیلوگرم است خداینا خواستم این خنداور است، مسخره است زیرا که طول با کیلوگرم هم بود شده نمیتونه نقطه دومی که در تحلیل و تیزی است که در معاسبات چی جمع باشد، چی ضرب باشد، تفریق و تقسیم باشد باید کمیت هایی که او را ما معاسبه می کنیم هم واحد باشد مثال عادی، مثلا یک اتاق از طولش 6 متر است ولی ارزش اگر 400 سانتی متر بود و بخواهیم مساحتش رو پیدا کنیم شما میفهمین که مساحت طول ضرب ارز میشه 6 ضرب 4 24 و, و دو سفرام پالوش ولی واحد نوشته کده نمیتونیم نمیتونیم بگوییم 2400 متر یا 2400 سانتی متر این طریقه اشتباه است خیلی طریق اصلاحش ای است که طول اتاق 6 متر بگویم و عرض اتاق که 400 سانتی متر است ایرام 4 متر بگویم یعنی تبدیل واحد کنه 400 سانتی متر معادل شد به چند متر؟ 4 متر تقسیم 100 کرده زیرا هر متر ما 100 سانتی است حالا که ضرب بزنیم 6 ضرب 4 24 24 واحدشان متر ضربه متر متر مربع میشه نقطه دیگری که در درس زیدخل است دوستای عزیز اجزا و از متر است اجزا و از متر باز هم به با دو شکل است شکل اولش همون شکل ابتدایی است قدم به قدم که ده ده تفاوت دار شما ببینین اینجا متر, متر است از متر پایین تر متر است دی سی متر یک بردوام سی متر است یک بردار که به شکل توان نوشته کنیم ده به توان منفی یک قدمی دیگهش سانتی متر است سانتی متر یک بر متر است این میکنیم ده به توان منفی دو و میلی متر است. میلیمتر که بر هزارم است اینجا نشته میکنیم ده به توان منفی سه متر اینی قسمت اجزای متر است اینجا واحد است از این بالاتر از آف متر است از آف متر به این معنی که از متر اضافه تر خو پس متر بالاتر دیکامتر اس دیکامتر یعنی ده بتوان یک یا ده متر هکتو متر دهه بتوان دو متر وک کیلومتر ده بتوان سه متر واحدهای دیگی که تحت اجزا و از آف متر آمده او قدمه هایش یا تبدیل واحداتش هزار هزار, هزار است در وسط اگر نشته کنیم متر از اینجا نشته میکنیم میلی متر میلی متر ده به توان منفی سه متر و مایکرومتر به حرف میو نشان دادم میو مایکرومتر ده به توان منفی 6 متر نانومتر ده به توان منفی 9 متر و پیکومتر که به حرف پی نشان می ده به توان منفی دوازده متر و فمتو متر ده به منفی 15 متر اینی مجموعا اجزای متر شد از این بالاتر از متر کیلومتر است کیلومتر یعنی هزار متر میگا متر که به ام کلان نشان داده میشه ای ده به توان شش متر است و گیگامتر به حرف جی نشان داده میشه ده به توان نو متر ای اجزا و اعضاف در کتاب های شما نیست من صرف به خاطر از این ای ای سوال آوردم که در کتاب آمده که هرگاه یک بکتریا به اندازه دو گرام باشه دو فمتو گرام باشه ایره شما به گرام تبدیل کنید و به کیلوگرم تبدیل کنه ایره ایجا براتان کار میکنم میگیم که کتله یک جسم مساوی به دو فمتو گرام است حال گفته ای امی کتله را به گرام و کیلوگرام تبدیل کنه یتر میکنیم دوستای عزیز که بسیار آسان هیچ محاسبه صورت نمیگیره دو خودش ایواز فمتو گرام قیمتش نوشته کو ده به توان منفی پانزده متر این وایدات همراه متر نوشته کنیم اینا پیشوند هاست همراه متر نی همراهی گرام هم می آید همراه امپیر هم می آید تمام واحدات می آید مثلا نانو نیوتن گیگا نیوتن و غیره کوندایې نه شتاس دا کې کتلا 2 فمتوګراماس ایواز فمتو, ای فمتو دا به توان منفي 15 دا نشته میکنیم می دا به توان منفي 15 کیميش ګرام وله غیره تبديل وکونيم با کیلوګرام هر ګرام مو دا به توان منفي 3 کیلوګراماس نشته میکنیم 2 ضرب دا به توان منفي 15 باز هم ضرب دا به توان منفي 3 و در مجموع مسوی میشو د ر۱ و توان منفی ۸ کیلوگرام این هم بود سوالی که در متن کتاب آمده امیدوار استم که توضیح کرده باش با گفتن همین سوال ای فصل دوم کتاب تان هم به اتمام رسید و سوالهای اخیر فصل دومه ب خیر در ساعت آینده کار میکنیم اگر وقت باقی باشه که یکی چند سوال شکر کنیم در سوال های اخیر فصل دوم تر آمده که واحد طول در سیستم اس SI آی عبارت است جوابایش فوت از انچ است، متر کیلومتر است. معلوم دار واحد طول در سیستم SI متر است جزی سی سیست. میریم سر سوال دوم در سوال دوم یک دونه سفر اشتباه شده گفتن یک سال نوری عبارت از نو پنج یک سفر دو سفر سه سفر بازم سه سفر بازم سه سفر حساب میکنیم ببینیم چند صفر است سه صفر و سه صفر شش شش و سه نو یک صفر دیگه که ده اینیجا شد اینمی یک صفر کم بود داره بنان یک صفر ما و شما خود ما زیاد میکنیم پس یک سال نوری اینقدر است ای که چرا زیاد کردیم سوال تغییر دادیم حال بخیر در جوابا خوب متوجه باشین پیدا میشه یک سال نوری عبارت از فاصله است که قیمت آن مساوی به یعنی کیلومتر است این به شکل علمی میگه شما نوشته کنید ما در درس علمی گفته بودیم اینجا یک اشاریه میتیم یک صفر میتیم اشاریه صفر قیمت تغییر نمیده به غیر از صفر اگر دیگه عدد ماندیم ای عدد ما قیمتش تغییر میکنه عدد چون اشاری نداشتی کار کردیم حال دیگه چی گفتیم اگر عدد خودش اشاری داشته باشه اشاری را میاییم در جایی که از ده کده کوچک شوه خیبنان ای را نشته کنیم نو اشاری پنج ضرب ده به چند خانه خیز زدیم دو سه پنج پنج سه اشت سه یازده یک خانم دیگه ده به توانه دو آزده کیلومتر است کیلومتر هم ده به سه متر حال واحد تبدیل شد بمتر. حال نوشته کرده میتونیم نه اشار یا 5 خودش ضربه دو و توانه از قاده ها نظر یکی دوازده و قانون توانی کیشه بگی،۱ و س جمع کو میشه 15 متر. و کتاب که مراجعه کنیم ده و توان 15 متر در جز سی است. حالا اگر صفر ما اضافه کرده نمیتونستیم یا نمیکردیم این جوابش یک خانه کم میشد ده به توان چارده میشد که در جواب نیست و به این ترتیب مطمئن شدیم که اینجا یک صفر تکمیل بود و جز سی سعی ترین جواب است باقی سوال ها را یک تعداد شد دوستا شما کار کنین و در ساعت دیگه بخیر هم یک چند سوال کار میکنیم خداحافظ ناصر شما